خلیلزاد، جنرال دوستم میخواست که نظام افغانستان فدرالی باشد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلیپرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سبسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خلیلزاد، جنرال دوستم میخواست که نظام افغانستان فدرالی باشد، ولی کرزی مرا خواست و گفت لطفا برو با جنرال دوستم نظام فدرالی را بد بگو و برایش بگو که فدرالی خوب نیست. و در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: از حاشیه تا متن، جبهه سیاه سقوط کابل کجاست؟ در روزهای پس از سقوط کابل و دست طالبان، سراسیمگی و یورش سیلاس های مردم به دروازه های میدان هوایی کابل اذهان عمومی را بیشتر از اصل واقعه به حاشیه های آن مشغول کرد. وحشت نوشی از حضور طالبان در جاده های پایتخت، پای هزاران تن را به در پای بسته فرودگاه کابل کشان، ده ها تن در وقایع مختلف جان سپردند، کودکان و سالمندان زیادی در ازدحام جمعیت و یا زیر شلاق طالبان له شدند، و در فرجام آمریکا با پایان زود هنگام عملیات ناقص انتقال شهروندان آمریکایی و همکاران افغانستانی آنان، آخرین سربازانش را از افغانستان بیرون کرد و همزمان دیگر کشورهای غربی نیز پای خود را از گلیم خونین افغانستان برچیدند و به این صورت دنیا یک بار دیگر افغانستان را به حال خودش رها کرد و به دست طالبان سپرد. سقوط کابل به دست طالبان یک اتفاق و یک تصادف غیر قابل پیش بینی نبود. زنجیره از رویدادهای سیاسی امنیتی در 7 سال پسین اوضاع را به سمت وقوع فاجعه به پهنا و ژرفای سقوط کابل تا میانه های سال 1400 خورشیدی حرکت داده بود. اما این رویداد آنقدر پرشتاب و برق‌آسا اتفاق افتاد که حتی طالبان فاتح غافلگیر شدند. داستان‌ها و نمایشنامه‌هایی که در این اواخر از سوی اطرافیان آقای غنی درباره شکلیات واقعه منتشر می‌شود، روایت‌های یک دست با طرز بیان متفاوت است که در بهترین حالت تبرئه فردی و در بدترین حالت تبرئه رندانه اشرف غنی و دار دستش محسوب شده می تواند. اما حقیقت پشت صحنه سقوط کابل تاکنون در پرده ابهام است. در این جستار کوشیدن تا به عنوان یک کنشگر فرهنگی سیاسی که در 5 سال پسین از آدرس رسمی شاهد بخشی از تحولات بودم، منصفانه و بی‌طرفانه به بخشی از زمینه ها و اموال سقوط و فروپاشی دولت در افغانستان بپردازیم. توهم غنی و انفعال عبدالله. مقامات امریکای خروج قطعی نیروهای جنگی این کشور از افغانستان و به تبع آن غلبه نظامی طالبان و فروپاشی نهادهای دولتی از جمله ارتش را به تکرار و رهبران دولت افغانستان غنی و عبدالله گوش زد کرده بودند. دکتر عبدالله که پس از بحران انتخابات 98 نقش اجرایی خود در دولت را در واقع به امرالله صالح واگذار و جایگاه سیاسی خود را به ریاست شورای عالی مصالحه ملی خلاصه کرده بود، چه پیش از آغاز مذاکرات و چه در جریان آن تا روزی که با سقوط کابل و دست طالبان غافلگیر شد، به حسن نیت و صداقت این گروه و اشرف غنی در مذاکرات و صلح باور نداشت و همواره به تمایل طالبان برای غلبه نظامی اذعان میکرد و در مجامع سیاسی نسبت به پیامدهای ناگوار تکروی و انحصارگرایی غنی در روند صلح هشدار میداد. در مقابل اشرف غنی با اصرار بر تکروی و توهم استادگی در برابر طالبان محاسباتی داشت که در کنار خصایص فردی از اعتماد وی و دسته از جوانان قومگرای بی‌ربط با متن جامعه بیرون آمده بود که هر کدام دارای آجندای ویژه خود بودند و شبکه های مافیایی آنان در سراسر دستگاه قدرت افغانستان گسترده بودند. با این حال اگرچه نوک پیکان بسیاری از انتقادها و اعتراضات بر حق مردم پس از سقوط جمهوری غنی احمدزی و اطرافیانش را نشانه می گرفت، اما نارضایتی و اعتراض در برابر حضور و نقش منفعلانه دکتر عبدالله در فراهم آوری زمینه های این فاجعه بزرگ قابل اغماز نیست. دکتر عبدالله با آنکه در آن اواخر نقش اجرایی در دولت نداشت، اما نفوذ جایگاه منزلتی و سهم 50% او در کابینه غیر قابل انکار است و مهمتر از همه رهبری ناموفق و بی دستاورد در روند نافرجام و صلح، کفه اتهامات بدگمانی ها و نارضایتی ها نسبت به او را سنگین تر می کند. کما اینکه 3 چهره قدرتمند تاجک در کابینه امنیتی غنی، امرالله صالح در قامت فرد شماره 2 حکومت، بسم الله خان در موقف وزیر دفاع و احمد ضیا سراج
در نقش فرد اول استخبارات کشور باید به پرسش های بیشمار و اتهامات سنگین نزد اظهارنامه پاسخ بگویند. با جرأت می تواند ادعا کرد که سقوط اخلاقی ارزشی و محتوایی دولت با مهندسی نظاممند انتخابات 2014 آغاز شد. با ناکامی گفتمان و وحدت ملی در چارچوب سیاسی به پختگی رسید و تا انتخابات ریاست جمهوری 2019 که با کاهش حدود 60% حضور مردم در پای صندوق های رای همراه بود به پایه اکمال رسیده بود. پس از تأسیس دولت وحدت ملی غنی با پشت پاس زدن به توافقنامه سیاسی 29 سنبله 93 خورشیدی بخش زندگی بزرگی از ظرفیت، امکانات و اقتدار نظام را صرف منزوی کردن تیم دکتر عبدالله و تسخیر ساختارهای قدرت در چارچوب مناسبات قومی کرد. تبعیض، انحصار و فساد سیاسی موریانوار پایه‌های اقتدار و مشروعیت نظام را لرزان و ناپایدار ساخت و در نهایت باعث سقوط شد. اصرار غنی به برگزاری انتخابات 98 برخلاف خواست آمریکایی ها و توسل مجدد وی به تقلب و زور برای تکیه زدن دوباره به کرسی قدرت را میتوان نقطه اوج سقوط ارزشی نظام سیاسی افغانستان قلمداد کرد. همان گونه که زلمه خلیلزاد به تازگی اذعان کرد، ایالات متحده آمریکا طرفدار برگزاری انتخابات 98 نبود. دکتر عبدالله که میدانست با کارنامه محافظه کارانش در دوران حکومت وحدت ملی بخش بزرگی از هوادارانش را از خود رانده و آزرده است، تا 3 روز پیش از تکمیل روند ثبت نامزدان به برگزاری انتخابات بی‌باور بود و در واقع با فشار و اصرار حلقات سیاسی همسو و ناراضیان در بار غنی وارد رقابت در انتخابات شد که در اصل بازی غنی بود و اکثریت مردم با عدم اشتراک در آن به کلیت سازوکار سیاسی اردوگاه جمهوریت نه گفتند. اما اعلان نتیجه تقلب‌آمیز این انتخابات به نفع آقای غنی ظاهراً آمریکایی ها را وادار کرد تا در روزی که همزمان دو مراسم سوگند در ارگ و سپیدار برگزار می‌شد، در خط نخست مهمانان ویژه تیم دولت ساز در ارگ صف بکشند. بحران سیاسی با همه گیری ویروس کرونا فروکش کرد و در فرجام دومین توافقنامه سیاسی بین عبدالله و غنی امضا شد. به این صورت غنی دوباره در رأس دولت قرار گرفت و عبدالله در رأس روند سال. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.